نگرانی حقوق بشر از وضعیت زندان‌ها. حقوق بشر میگوید که زندان‌های افغانستان به فابریکه طالب‌سازی مبدل شده است. برای 5 سال 6 سال دمی شرایط بد در زندان زندگی میکنه، که برای از او چی جور میشه؟ برای هیچ گونه پروگرام آموزشی و تربیتی هم نیست. خود ما طالب جور میکنه. مجهز بودن جنگجویان گروه داعش با ستلایت ها. آگاهان میگویند امریکا به جای سرکوب داعش این گروه را حمایت میکند. اینا میتونن راه ها و طرق های دیگه هم هست که اونا میتونن که اینا را پیدا کنن و اینا را محو کنن. اما متاسفانه که تا به امروز اینا هیچ وقتی کوشش نکردن. با حمله بر رئیس جمهور ونزوئلا، رئیس جمهور ونزوئلا از یک حمله تیاره بی پیلوت جان سالم بدر برد. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز با من صدیق فیروز خوش آمدید. مشروع خبرها. حوالی ساعت 7 شام امروز یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار رخ داد. مقام های محلی میگویند که این حمله انتحاری بالای پوسته تلاشی نیروهای اردوی ملی در منطقه پل بهسود شهر جلال آباد رخ داده است. با گفته مسئولان صحی در این رویداد یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وقوع حمله انتحاری در ولایت ننگرهار در حالی است که پس از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت، رئیس جمهور غنی دستور داد تا امنیت این ولایت به نیروهای اردوی ملی سپرده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که زندان‌های افغانستان به فابریکه‌های طالب‌سازی مبدل شده است. سیما سمر که در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت افزود که در بیشتر زندان‌های افغانستان برای زندانیان امکانات لازم وجود ندارد و برخی زندانیان با وجود تکمیل شدن مدت حبسشان هنوز هم در زندان بسر می برند. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید تا زمانی که فرهنگ معافیت از بین نرفته باشد تطبیق عدالت کار ناممکن است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زندان‌های کشور را بد می‌خواند و می‌گوید که برخی زندانیانی که از سال‌ها به این سو مدت حبسشان تکمیل شده است هنوز هم زندانی‌اند. سیما سمر می‌گوید که در بیشتر زندان‌ها نه تنها این که برای زندانیان امکانات لازم فراهم نشده است، بلکه آزادی برخی از افراد نیز سلب شده است که جرم آنان ثابت نشده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر برای نخستین بار اعتراف کرد که به دلیل وضعیت بد زندان‌ها این زندان‌ها به مراکز طالب سازی مبدل شده است. تعداد زندانیایی که در زندان است و اتاقایی که باید بر 5 نفر باشه، حالا 15 نفر داشت زندگی میکنه. یکی از مشکلات همی است. او کسی که برای 5 سال 6 سال دمی شرایط بد در زندان زندگی میکنه، او که برای از او چی جور میشه؟ برایش هیچ گونه پروگرام آموزشی و تربیتی هم نیست. خود ما طالب جور میکنیم. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز زندان بگرام را کارخانه طالب‌سازی خوانده بود. مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که با وجود تعهدات حکومت وضعیت زندان‌ها هنوز هم نگران کننده است و حکومت باید در این بخش گام‌های جدی بردارد. مسئولان این کمیسیون میگویند مجرمانی که به جرایم سنگین محکوم شدند پیش از تکمیل شدن مدت حبسشان رها میشوند، اما برعکس برخی افراد دیگری که به جرایم عادی محکوم شدند برای مدت‌های طولانی در زندان باقی میمانند. تا زمانی که فرهنگ مافیات ادامه پیدا بکنه، ما نمیتونیم افغانستان یا مردم افغانستان دسترسیش به عدالت تامین بکنیم. یک تعداد کس ها مثلا متهم است به یک جرم، به یک زدن یا کشتن یا دوزی، سر از او جریمه نقدی هم شده. 6 سال زندان خود تیر کرده، جریمه نقدی رو نداده، در زندان است. آن خود زندان پر شده از دست کسایی که این یک وضعیت داره. اما آزادی از اونو گرفته میشه، مندر نگاه کردن از اون کار غیر قانونی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آتش بس و صلح با طالبان مسلح تاکید میکند، اما میگوید که در این روند باید عدالت در نظر گرفته شود. این بار نخست است که کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت بد زندانی ها در افغانستان جدا ابراز نگرانی میکند و زندان ها را مراکز طالب سازی میخواند. جزئیات بیشترین خبر بعدا تقدیمتان میگردد و حال ادامه خبرها.
جنگجویان داعش با ستلایت ها و دیگر تجهیزات در یک مهمانخانه در شبرغان بودباش می کنند. این گروه 250 نفری و قماندانانشان چند روز قبل در جوزجان پس از درگیری با قطعی سرخ طالبان از سوی نیروهای افغان در هلیکوپترها به مناطق امن انتقال یافتند. مقام های امنیتی جوزجان می گویند این جنگجویان با پروسه سال یک جا شده و ممکن تحت تعقیب ارگان های عدلی و قضایی قرار نگیرند. اما آگاهان مور می گویند از بین بردن این شورشیان به امریکایی ها دشوار نبود، اما در عوض سرکوب آنان را حمایت می کنند. نزدیک به 250 جنگجوی داعش که در ولسوالی های درزاب و قشتپه جوزجان به نیروهای افغان تسلیم شده بودند، اکنون در یک مهمانخانه همراه با ستلایت و سهولت های دیگر تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری می شوند. آژانس خبری رویترز و نیویورک تایمز می گویند آنان نمی دانند که این جنگجویان داعش اسیران نیروهای حکومت افغانستانند و یا مهمانان. قطعی سرخ طالبان هفته گذشته عملیاتی را برای این جنگجویان داعش در جوزجان انجام دادند که گفته می شود با سلاح‌های پیشرفته روسی مجهزند و از سوی ایران آموزش دیدند. این جنگجویان از محاصره قطعی سرخ طالبان توسط هلیکوپترها نجات داده شده و بعدن گفته شد که آنان به نیروهای افغان تسلیم شدند. آگاهان امور می گویند گروه داعش از حمایت استخبارات جهانی برخوردار است و در منطقه و افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف خود آنان را تمویل، تجهیز و تقویت می کنند. با باور آگاهان با موجودیت ستلایت نزد سران گروه داعش، کشتن آنان برای امریکایی ها کار دشوار نیست. اما ایالات متحده امریکا اراده این کار را ندارد. اگر قرار این باشه که دولت امریکا یا پاکستان بخواه جلوگیری از داعش بکنه یا از مخالفینی که در داخل افغانستان امروز می جنگن، بسیار کار آسان است. نه صرف بخاطر یک سات اپل یا ستلایت، اونا می تانن راه ها و طرقای دیگاه ما است که اونا می تانن که اینا را پیدا کنن و اینا را محو کنن. اما متاسفانه که تا به امروز اینا هیچ وقتی کوشش نکردن و نمیخواین که کوشش بکنن. اینا را البته که وسایل پیششان داده که یا امریکایی ها یا انگلیس ها یا هر گروه دیگه یا مثلا ناتو اینا را ردیابی بکنن، یا اگر موفق هم نشدن خب با استفاده از شرایط نامساعد افغانستان یا شرایط در هم بر هم افغانستان، اگر اینا هم که به قول معروف زیریش از اونا خرسال تیر شده باشند، شک تردید نیست. امریکا غواړي چې طالبان له صحنې څخه لري کی او پسند راته په یو ډول نه په یو ډول یو بل پروسه پایل کی چې په دې پروسه کې د دوی ستراتیژیک ګټې خوندي وساتل شي. مقام های امنیتی در جوزجان می گویند جنگجویان و قماندانان داعش در ولسوالی درزاب بر نیروهای افغان تسلیم شده و به پروسه صلح پیوستند. به همین دلیل آنان تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. اما وزارت دفاع ملی می گوید جنگجویان داعش در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان مجبور شدند تا به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شوند. ما اینها را در درزاب مورد حملات قرار دادیم، هم هوایی هم زمینی، هم کماندوها، و بالاخره اینا مجبور شدند که برای ما تسلیم شوند و با تسلیمی از این ما اینا را به ارگانهای دولتی سپردیم. حالا این موظفیت به ارگانهای دولتی است که در موردشان چه اجرا میکنند. بس تسلیمی جنگجویان داعش به حکومت و معافیت از تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتن آنان در حال مطرح می شود که به باور شمار زیادی از آگاهان گروه داعش پروژه مشترک نیروهای خارجی و حلقات داخلی افغانستان است و پس از حادثه ولسوالی در زاب این گروه بیشتر از پیش مشکوک به نظر می رسد. رئیس جمهور حکومت می گوید پیشنهادات احزاب در پیوند به انتخابات مقبول است. عبدالله که در 89 سالیاد محمد ولی دروازی وزیر پیشین خارجه سخن می گفت افزود که مانند گذشته اکنون نیز نقش احزاب سیاسی در کشور کمرنگ است. همزمان با این عبدالله با اشاره به دوره غازی امان الله خان می گوید که در آن زمان نیز در برابر تعلیم کودکان موانعی وجود داشت و در حال حاضر نیز مکاتب مسدود و به آتش کشیده می شوند. از 89 سالیاد محمد ولی خان دروازی وزیر پیشین خارجه افغانستان با حضور داشت مقام های حکومتی به شمول عبدالله تجلیل گردید. در این نشست رئیس جمهوریه با اشاره به دوره امانی میگوید که از گذشته ها به این سو به نقش احزاب توجه کمتر شده است. عبدالله میگوید پیشنهادات احزاب در پیوند به انتخابات معقول است. امروز هم ما شما سر نقش احزاب
در انتخابات صحبت میکنیم. پس اگر هر کسی که فکر کنه یا فکر کرده باشه که با یک تحرک و با یک حرکت او تحولی را که مردم حق دارن به او برسن و مستحقش هستن برسن، معقولیت هم داره، از لحاظ ارزش‌های دینی هم ممانعت نداره. رئیس اجرایی با اشاره به دوره امان الله خان و محمد ولی دروازی میگوید که در گذشته هم در برابر تعلیم مانع وجود داشت و در حال حاضر نیز در ولایت مختلف کشور مکاتب برای شاگردان مسدود و به آتش کشیده می شود. بعضی دردا و مشکلات ما تا هنوز هم دوام داره. ما شما شاهد بسته شدن مکاتب نیستیم امروز، قفل زدن درهای مکاتب، سوزاندن مکاتب نیستیم. صدها هزار طفلی کشور امروز محروم است از نعمت درس، دختر و پسر. نشست سرپرست وزارت خارجه در مورد کارنامه های ولی محمد خان دروازی سخن گفت و دروازی را سمبل آزادی کشور یاد کرد. همزمان با این نواسه محمد ولی دروازی در مورد زندگی سیاسی، فن و مبارزه پدرکرانش صحبت کرد. و همچنان جهاد بر ضد کمونیسم برای آزادی و استقلال کشور ادامه یافته و امروز نیز در مقابل تروریسم به خاطر آزادی و مردم سالاری قربانی می دهیم. محمد ولی خان دروازی یک شخص بسیار حلیم، مهربان، خوشخلق، هیچ وقت عصبانی نمی شد. ما بعض قصه‌های خصوصی را می کنم از مادر کلانم، از مادر مینا، که همیشه می گفتن، مادر کلان می گفت مصائب مرا خراب می کند که هیچ وقت قار نمی شد. باز دلیلش همی بود که اگه کاری که شده که ما باید قار شدم شده. محمد ولی دروازی که بنیانگذار اسلامیاش نیز است، در زندگی سیاسی خود برای آزادی کشور تلاش های فراوان کرده و با عنوان وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. در حمله موتر بم بر نیروهای خارجی در ولایت پروان 3 سرباز خارجی کشته شدند. مسئولان محلی میگویند که مهاجم انتحاری در منطقه خلازه‌ای در مربوطات مرکز این ولایت کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد که در نتیجه آن شماری از وسایط نیروها نیز تخریب گردیده است. باشندگان محل میگویند که در این حمله به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. در همین حال مأموریت حمایت قاطع نیز کشته شدن 3 سرباز خارجی در این رویداد را تایید میکند و گفته است که کشته شدگان سربازان کشور چک هستند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح براده گرفته و ادعا کردند که در این حمله به شمار زیادی از نیروهای خارجی تلفات وارد کردند. نیروهای اردوی ملی در ولایت روزگان متحمل تلفات شدند. مسئولان محلی ولایت روزگان میگویند که جنگجویان مسلح روز گذشته بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی چنارتوی این ولایت حمله کردند که علاوه بر تصرف برخی ساحات به نیروهای اردوی ملی نیز تلفات وارد کردند. وزارت دفاع ملی جنگ در ولسوالی چنارتوی اروزگان را تایید میکند و میگوید که بر 3 پسته اردوی ملی حمله شده است و نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند. تلفات سنگین بنیروهای اردوی ملی در ولایت اروزگان وارد شده است. مسئولان محلی اروزگان میگویند که جنگجویان مسلح روز گذشته بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی چنارتو حمله کردند که علاوه بر تصرف برخی ساحات بنیروهای اردوی ملی نیز تلفات وارد کردند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز تایید میکند که به سربازان امنیتی در اروزگان تلفات وارد شده است. شما در اروزگان هم در یک طرفش برین، متاسفانه روزهای دو روز قبل تعداد شهدا داشتیم از اردوی ملی ما. بر اساس گزارش ها در ولسوالی چنارتوی اروزگان یک قرارگاه و 3 پسته اردوی ملی سقوط کرده است، اما مسئولان وزارت دفاع ملی این موضوع را رد می کنند و می گویند که نیروهای امنیتی در این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کردند و این منطقه در تسلط نیروهای افغان است. سخنگوی این وزارت می گوید که هنگام جنگ در این ولسوالی به جنگجویان مسلح نیز تلفات سنگینی وارد شده است. خب شما می دانید که جنگ است. در منطقه اولسوالی چنارتو 3 پسته که ما در دورتر از اولسوالی داشتیم بالش حملات صورت گرفت، لازم دیده شد که اینها عقب نشینی بکنند و فعلا اینها به اولسوالی رسیدند و ما در همی فعالیت دشمنان 5 نفر شهید و 3 نفر زخمی داریم.
و قطعات دگی ما که کماندوها هستند همین اکنون در چنارتو هم هوایی گزمه میکنه و هم نیروهای کماندوی ما با ولسوالی چنارتو نشست کرده. از سوی دیگر در خبرنامه‌ای که از سوی طالبان مسلح نشر شده آمده است که شب گذشته در ولسوالی چنارتو یک قرارگاه و 4 پسته نیروهای افغان را تصرف کردند و به شمار زیادی از سربازان اردوی ملی تلفات وارد کردند. این در حالی است که اخیراً طالبان مسلح بار دیگر به حملاتشان در این ولایت شدت دادند که این مسئله مردم را نیز نگران ساخته است. مسئولان اداره آبرسانی در ولایت هرات از کاهش سطح آب زیرزمینی ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان اداره آبرسانی هرات میگویند که سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت تا 7 متر پایین رفته است. از سوی هم شماری از فعالان مدنی میگویند که نبود بندهای بزرگ آبی سبب شده است تا آبهای زیرزمینی کاهش یابد و حکومت باید در این زمینه توجه بیشتر کند. حفر چوه‌های عمیق و استخراج آب زیرزمینی با وسایل مختلف از جمله سولر سطح آب‌های زیرزمینی را در این ولایت کاهش داده است. مسئولان اداره آبرسانی هرات در نشست خبری میگویند که در برخی مناطق 7 متر و در برخی مناطق دیگر از این سطح هم پایین رفته است. رئیس این اداره تاکید میکند که هیچ برنامه برای تنظیم آب‌های زیرزمینی ندارد چون از جمله وظایف وزارت انرژی و آب است. متاسفانه وضعیت آب‌های زیرزمینی از بابت آلودگی و از بابت افت روز به روز بدتر شده میره و این به عنوان یک چالش مطمئناً در 10 سال آینده دامنگیر خود شهر هرات خواهد بود. بنا به میزان استخراجی که متاسفانه در بخش زراعت از آب آشامیدنی میشه، این بسیار نگران کننده است. در حال حاضر بیش از 65,000 خانواده اداره آبرسانی مشترک دارد. با این حال شمار از فعالان مدنی از کاهش آبهای زیرزمینی ابراز نگرانی میکند و میگوید که نبود بندهای بزرگ آبی سبب شده است تا آبهای زیرزمینی کاهش یابد و حکومت باید در این زمینه چاره بسنجد. متاسفانه از اثر نبود بند و انهار و سدای کلان آبگردان باعث شده که مردم روی بیارن به استفاده از آبهای استراتژیک. و متاسفانه آبهای استراتژیک به گونه بسیار بی‌رویه‌ای در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته که امیدواریم دولت در قبال این مسئله یک راهکار هدفمند جستجو کند. از سوی هم مسئولان اداره محلی هرات میگویند که امسال با خشکسالی مواجه هستند. با کاهش آب بند سلما از 2 میلیون متر مکعب آب به 800,000 متر مکعب رسیده است، اما مسئولان این اداره تاکید می‌ورزند تا جلو مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را بگیرند. این روزها ولسوالی‌های محترم هر یک مکلفیت دارد در روشنه قانون اقدام بکنند، اما نباید ما مشکلات شهروندان هم نادیده بگیریم. مشکلات بخصوص دهقانان در سطح ولسوالی ها بسیار جدی است. منابع آبی روی زمینی از جمله رودها، کاربارها و دریاها کاملا خشک‌گیره، هیچ گونه منبع آبی وجود ندارد. اجبار سبب شده که شهروندان زاری یک مبلغ قابل مراجعه را هزینه بکنند به خاطر استخراج منابع زیرزمینی آب. همکنون در بسیاری از ولایت‌های کشور شهروندان با کمبود آب مواجه هستند. چند پیش مسئولان اداره عمومی آبرسانی اعلام کردند که سطح آب زیرزمینی در کابل، هرات و شمار دیگری از ولایت‌های کشور کاهش یافته است. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان ادعا کرده است که در انتخابات گذشته در پاکستان تقلب گسترده صورت گرفته است. وی گفته است که از هوادارانش می خواهد تا دست به تظاهرات گسترده در سطح کشور بزنند. مولانا فضل رحمان می گوید که بر ارگانهای عدلی پاکستان اعتماد ندارد زیرا این ارگانها مستقل نیستند. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که در انتخابات پاکستان برنده شده است برای ایجاد حکومت جدید کار میکند و خود عمران خان نیز برای حلف وفاداری به حیث صدر اعظم پاکستان آمادگی میگیرد، اما احزابی که در این انتخابات شکست خوردند هنوز هم نتایج اعلام شده را نمیپذیرند. در میان این احزاب یکی هم حزب مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام است که در انتخابات گذشته با احزاب مذهبی دیگر ائتلافی را به نام متحده مجلس عمل ایجاد کرده بود. وای به تازگی در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته است که نتایج این انتخابات را نمیپذیرد زیرا در این انتخابات به سود حزب تحریک انصاف تقلب سازمان یافته و گسترده صورت گرفته است.
کمیسیون انتخابات به گونه کامل ناکام شده است. ما بر محاکم دیگر باورمند نیستیم. در روز انتخابات همه چیز به دست آنان بود و دیگران را گروگان گرفته بودند. محاکم ما تصامیمی را که میگیرد تمام جهان به آن متوجه می باشد. شما دیدید که در یک روز حنیف عباسی بازداشت می شود و در همان روز انور راور رها می گردد. تمام دنیا اکنون می داند که این اداره ها تحت تأثیر چه کسانی قرار دارند. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که به اداره های عدلی به این دلیل مراجعه نمیکند که بر این اداره ها باور ندارد و ادعا میکند که ارگان های عدلی پاکستان مستقل نیستند. فضل رحمان میگوید که دست به تظاهرات گسترده در سطح پاکستان خواهد زد و هوادارانش به جاده ها خواهند ریخت. بیننده خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه باشید. بازم خوش آمدید. بیننده خبرهای خارج از کشور از کابل نیوز هستید. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از یک حمله تیاره بی پیلوت جان سالم بدر برد و یه هنگامی که در روز ایجاد اردو در کاراکاس پایتخت این کشور سخنرانی میکرد، مواد انفجاری جابجا شده در دو تیاره بی پیلوت انفجار کرد. مادورو بعداً در تلویزیون دولتی ونزوئلا ظاهر شد و این کار را تلاش ناکام برای از بین بردن می خواند و اتهام بست که این کار را راستگرایان مخالف وی که حمایت امریکا و کولومبیا را با خود دارند انجام دادند. دایرکت رویداد ترافیکی در کوهات خیبر پشتونخوا حداقل 18 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رساند که این رویداد در نتیجه تصادم یک تانکر تیل با یک بس رخ داده است. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این بس و سوی کراچی در حرکت بود که در منطقه سموری کوهات با تانکر تصادم کرد. وضعیت خراب سرک‌ها و عدم مراعات اصول ترافیکی از جمله عوامل مهم حادثات ترافیکی در پشتونخوا خوانده می‌شود. اعتراض زنان و محصلان پوهنتون‌ها در شهر داکا در پایتخت بنگلادیش رو به گسترش است. گزارش‌ها می‌رساند که محصلان به جاده‌ها ریخته و در چندین شهر دیگر علاوه بر داکا نیز دست به تظاهرات زدند. در پایتخت این کشور میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان درگیری نیز رخ داده است که گفته می‌شود در نتیجه آن دو تن کشته شدند. همزمان با این گزارش‌ها می‌رساند که افراد مسلح ناشناس شب گذشته بر وسایط دیپلمات سفارت آمریکا حمله مسلحانه کردند. در این حمله به سفیر و دیپلماتان دیگر آمریکایی تلفات وارد نشده است. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. در ادامه بیننده دیگر برنامه های کابل نیوز باشید. اوقات خوش. خدا نگهدار.